پروژه کاردانو از پروژه های بسیار موفق و آینده دار بازار ارزهای دیجیتاله که با توجه به آپدیت جدیدی که در اون اتفاق افتاد، خیلی از سرمایه گذارانش رو به رشدهای انفجاری امیدوار کرد. در این بین تحلیلگر محبوب بازار ارز دیجیتال در یوتیوب، بن آرمسترانگ در ویدیوی تحلیلی جدیدش در مورد روند صعودی کاردانو صحبت کرد. اما بعد از اون در توییترش نوشت که کاردانو در پایان چرخه صعودی فعلی بازار ممکنه حتی به محدوده 15 الی 20 دلار صعود کنه. میلیونر شوی های عزیز سلام، خوش اومدید به ویدیوی امروز. امروز میخواییم درباره این که چرا برای کاردانو قیمت 15 دلار پیش بینی میشه صحبت کنیم. خوشحال میشیم ویدیومون رو لایک و کانالمون رو با زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. معرفی مختصر کاردانو. پروژه کاردانو در سال 2015 آغاز شد. شرکتی که پشت سر اون توسعه یافته IOHK نام داره. IOHK توسط بنیانگذار بیت شیرز و اتریوم یعنی چارلز هاسکینسون اداره میشه. هدف این رمز ارز ایجاد زنجیره بلوکیه که بتونه عملکرد بهتری نسبت به بلاکچین های قدیمی مثل اتریوم داشته باشه. به این معنی که باید تراکنش های بیشتر، ارزونتر و سریعتری رو پردازش کنه. پروژه کاردانو به نسل سوم ارزهای دیجیتال معروفه. بلاکچین کاردانو به شما این امکان رو میده که درست مثل بلاکچین اتریوم قراردادهای هوشمند ایجاد کنید. قراردادهای هوشمند به دو یا چند نفر اجازه میده که بدون نیاز به شخص ثالث وارد توافق بشن. همکاری با پروژه های دیگه. بر اساس خبر منتشر شده توسط شبکه کتی، نسخه جدید شبکه پرداخت آدا بر بستر بلاکچین کاردانو با نام آدا پی عرضه شد. آدا پی امکان انجام مبادلات پولی سریع با استفاده از رمز ارز آدا رو فراهم می کنه. از جمله ویژگی های نسخه جدید آدا پی میشه به این موارد اشاره کرد: مقیاس پذیری بیشتر و امکان انتقال حجم بیشتری از آدا در هر تراکنش، تنظیم گزینه های پرداخت آتی و زمان انقضای تراکنش، همکاری باندلی با اینپوت آوتپوت اچکی به عنوان ارائه دهنده پل بین شبکه‌ای اتریوم به کاردانو با هدف امکان جابجایی NFT ها بین این دو شبکه. صرافی غیر متمرکز مبتنی بر کاردانو به نام ریون دکس نسخه آزمایشی خودش رو منتشر کرد. این صرافی قصد داره تا تبدیل به راه حل صرافی غیر متمرکز پیشرو در اکوسیستم کاردانو بشه. این صرافی غیر متمرکز که با محوریت کاردانوه این هفته اعلام کرد که نسخه آزمایشی اولیه خودش رو برای کاربران منتشر کرده. همچنین ریون دکس به صورت زنده کاربران رو قادر می‌سازه تا نقدینگیشون رو ارائه بدن و یک جفت ارز در هر توکن بومی کاردانو ایجاد کنن تا دیگران هم از عملکرد و هزینه‌های کم بلاکچین کاردانو برای انتقالاتشون استفاده کنن. در واقع ریون دکس در حال ساخت یکی از اولین صرافی‌های غیر متمرکز برای بلاکچین کاردانوه. همکاری بنیاد کاردانو با ای‌اسپورت و پلتفرم بازی رایول. این همکاری به کاردانو این توانایی رو میده که NFT ها رو در رایول ایجاد و توزیع کنه. در مشارکت اخیر سازمان غیرانتفاعی سوئیس پیشرو در جهان همکاری خودش رو با رایول گیمز اعلام کرد. این مشارکت ایجاد و توزیع NFT ها و دارایی های دیجیتالی مبتنی بر NFT و همچنین بازخرید NFT برای کالاها و خدمات رو تسهیل میکنه. 1.8 میلیارد کاربر جهانی رایول میتونن NFT و سایر دارایی های دیجیتالی رو به طور واقعی خریداری کنن. با توجه به همکاری هایی که گفته شد، احتمال رسیدن به 15 دلار در آینده نزدیک بسیار محتمله.
پیشبیلی شما برای کاردانو تا آخر سال میلادی چه قیمتیه؟ لطفاً نظراتتون رو برامون کامنت کنید. از اینکه تا انتهای ویدیو همراهمون بودین سپاسگزاریم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.